سلام خدمت شما. اول از همه باید بگویم که عکس ها بسیار گرافیک است و بسیار خشن است. امیدوار هستم که اطفال که اینجا هستن رفته باشن امیاله و زیر 18 سال هم هر کس هست و هر کس مشکل قلبی و فشار خون داره هم من توصیه میکنم که اینجا را ترک کنه. I know that you will be translated. If anybody has any problem like heart or like seeing the really graphic pictures, I just advise them to leave the place. Okay? Ready? Everything started from this explosion that I was there. و ببخشید من باید به زبان فارسی صحبت کنم. انفجار که در این مراسم به اصطلاح وقوع پیوست آغازگر تغییرات بر بسیار انسان‌ها بود. 70 نفر در این انفجار کشته شدند. 250 نفر زخمی شدند من جمله خودم. و ما این قصه را بر تمام دنیا گفتیم. همونطور که در اینجا پیش روی شما استاد هستم در بسیار از کشورهای خارجی گفتیم و این اولین بار است که به زبان خودم به شما میگم. یک مقدار ممکن است سخت باشه ولی امیدوار هستم از عهده‌اش برایم. خب مراسم عاشورا همیشه در افغانستان صلح آمیز بوده در تمام طول تاریخ ما و هیچ مشکلی در این قسمتی نداشته. حتی در زمان به اصطلاح حکومت طالبان هم این مراسم مشکل نداشته و من مثل هر سال که مراسم کور میکردم بر 10 سال کور کرده بودم در این مراسم بودم و میدیدم بسیار مرا میشناختن، بنابراین با من بسیار رفتار خوب میشد از طرف از اونا که مراسمشان دنبال میکردم. همونطور که میبینین اطفال زیر 18 هم در این مراسم کار میکنن و اطفال خرد لباس عربی یا اسلامی یا سفید و سبز می پوشن تا بخش از او قصه واقعی را در 1400 سال پیش بیان کنن. در او قصه 3 بچه توسط او انسانهای بد سر بریده می شن و اونا این لباس ها را می پوشن که او را فقط یادآوری کنن. من به اصطلاح مراسم کور می کردم و همیشه هر سال به دنبال رنگ‌های جدید می‌گردم، به دنبال زاویه‌های جدید از این مراسم و این آخرین عکس بود قبل از انفجار که من دیدم. پسره که به همون صورت که می‌بینین لباس سبز پوشیده، بعد از اینکه من این عکس گرفتم دور زدم درست از پشت تاکسی داخل جمعیت شدم و از بین جمعیت گذشتم. در دست چپم یک دخترک سبز پوش دیدم که لباس سبز روشن را پوشیده بود و بسیار خجالتی هم بود، بسیار به مادر خود نزدیک بود و چسبیده بود و من وقت به صورتش نگاه میکردم سر خود پایین منداخت. این به نظر من خیلی جالب برامد. دفعه اول بود که من یک دختر را میدیدم که لباس سبز پوشیده به خاطر که یک مراسم یادآوری کنه و خب طبیعتاً خیلی شوق هم داشت که جز از این مراسم باشه. خب من از پیش از این گذشتم و یک مقدار پیشتر رفتم، با خودم فکر کردم که من میرم پیشتر ویدیو میگیرم و بعد برمیگردم اجازه میگیرم از مادر دخترک و این عکس میگیرم. اما وقتی که ویدیو را پلی کردم شما هم دیدین انفجار شد، ضربه بسیار مهیبه به پشت سر من اصابت کرد. من پرت شدم بر روی زمین، دوباره نشستم بر روی زمین تا به خود بیایم. فقط متوجه شدم که دست چپم خون میآید، درد نداشتم، ولی تمام طرف راستم به شدت از درون درد میکرد و سوخت داشت. نمیفهم، خدا نکنه که هیچ کس شما این تجربه را داشته باشین. اگر به بم نزدیک باشین به انفجار، موج انفجار استخوانهایتان از درون
میلرزانه و فقط یک درد است که کسی گوشت از استخوان جدا کنه به او اندازه. و من همی درد داشتم. به هر صورت بود به پایم استاد شدم. نمیتونستم کاملا به پای استاد شدم. کنترل خودم از دست داده بودم و بدنم میلرزید. همونطور که میبینین این اولین عکس است که ما گرفتیم و عکس است که راست نیست. یعنی چون من هیچ هوش و حواس خودم نمیتونستم روی کنترل بدن خودم نگه دارم. فقط احساس می بود و پلان می بود که ببینم واقعا چی اتفاق افتاده. من در اونجا بودم و خب طبیعی است که به عنوان یک خبرنگار عکاس بودم. اما اینجا بر من هیچ وظیفه هیچ اهمیت نداشت. بر من او چیزی که اهمیت داشت مسئولیت بود که در روی دوش خود احساس میکردم. من در او حادثه بودم. یک اتفاق افتاده بود و باید یاد سر کور میکردم. هیچ کس دیگه نبود. پس بنابراین تصمیم گرفتم به سمت دود که شما در او قسمت میبینین در جای انفجار بدوام. درست برعکس مردم که داشتن از او دود فرار میکردن. خدا به دود رساندم و وقتی که دود فرو نشست متوجه شدم در مرکز یک دایره قرار دادم که تمامی دایره متشکل شده از اجساد تکه تکه شده انسانها. سر جدا شده، مغز بروی زمین افتاده و بیرون شده، تمام اجزای بدن بیرون ریخته. خود طبیعی است که وارد یک شوک بسیار بزرگ شدم. تمام بدنم بیش از پیش شروع به لرزیدن کرد و شروع کردم به گریه کردن با صدای بلند. اما باز باید تصمیم می گرفتم که آیا فرار کنم. اینجا متوجه شدیم که سوساید بوده، انتحاری بوده. آیا باید فرار کنم یک جای مشخص بگیرم؟ چون باید همی کار را بکنم. در خبرنگاری و عکاسی جنگ باید برم یک جای محفوظ پیدا کنم و از اونجا شروع کنم. اما من در این مرکز از این حلقه بودم. یک مقدار برگشتم پس ولی در یک لحظه احساس کردم که مسئولیتم است. من باید این را انجام بدم. اگر کشته شوم، اگر انفجار دوم شوه و اگر شلیک دوباره شوه من باید این را انجام بدم. بنابراین دوباره به سمت حلقه دویدم. اما طور که میبینین اینجا شروع کردم به عکس گرفتن. اگر ببینین اینجا مردم در این قسمت پت شدن و خود در جوب آب انداختن که انفجار دوم یا به اصطلاح ضربه یا به اصطلاح فیر دیگه صورت نگیره. من هرچی که پیشتر میرفتم این تمام این احساسات من داشت به هم میریخت. به عنوان یک انسان دوباره من تعادل من به شدت از دست دادم. شما تصور کنین که من کنترل داشتم از خود و تمام بدنم میلرزید و در این حال اجساد هنوز داشتن پیش روی من میسوختن. داشت دود ازشان بلند میشد. زن و دختر و فرزند و پیر و جوان داشتن میسوختن. من دود به چشم میدیدم و تمام اجزای بدن هر کسی بر روی زمین افتیده بود. مغز سرشان بیرون بود. تمام به اصطلاح بدنشان از هم پاشیده شده بود و من شروع کردم به عکس گرفتن با وجودی که واقعا حالت بسیار خراب داشتم و داشتم گریه میکردم. و در این قسمت در پشت سرم وقتی که من برگشتم متوجه شدم که یک رنگ آشنایی را که من قبل از این دیدم اونجا دوباره میبینم و این همون دخترک سبز پوش بود که قبل از او دیده بودم. من در او حالت دیده بودمش آرام، خجالتی و بسیار شاید افتخار میکرد که او کار را داشت میکرد. حال دارم میبینم در مابین تمام اجساد کشته شده فامیل و اقوامش است. و در این عکس شما میبینین داره تلاش میکنه که یک چیز را گم کرده و او بیادرش بود و تلاش میکنه بیادر خورده خود پیدا کنه. خب من از اونجا وقت فهمیدم متوجه شدم که اصل داستان ما، اصل او روز ما منتهی میشه به این قسمت که زن و فرزند و دختر و بچه خرد از بین رفته. همه ما میدانیم که هیچ مذهبی، هیچ فرقی، این رو تکرار میکنم، هیچ مذهب و هیچ فرقی در دنیا پیدا نمیشه که اجازه بده زن و فرزند بیگناه کشته شود. ای که اینا این فرد بمبگذار با چی عقیده ای کارا کرده یک چیز است که ما تا حالا نفهمیدیم. خب من باید تلاش میکردم خدا به اون
لحظه و او ثانیه اصلی برسانم به او تصویر اصلی. بنابراین مجبور شدم از روی جسد مردم رد شوم. در کف پای من خون مردم بود. از روی خون مردم رد می شدم. پای من از روی اجساد مردم میگذاشتم. شما تصور کنین که چی حالت سخت است، نه؟ یعنی شاید هیچ وقت نتانین همچی یک حالت را تصور کنین که در یک حالت قرار بگیرین. اما من باید این کار انجام میدادم. باید خود به اصل او عکسی که میخواستم که تمام قصه مرا بگویه باید میرساندم. باید به دنیا میگفتم. باید به دنیا نشان میدادم. بنابراین از مابین اجساد خودم میکشیدم به سمت او دخترک سبزپوش. شما میبینین که چی اتفاقات داره میفته. تمام مردم از هوش بودن. همه یک حالت بسیار شک زده داشتن. نمیفهمید کسی چی کار کنه. و من خود نزدیک میکردم به این دخترک. در اینجا دمی مدت کوتاهی که من از اونجا از اون زاویه خودم میرسانم به این زاویه و شما میبینین که من پایم در کجاست. در اطراف اجساد است. و در زیر پای من اجساد قرار دارن. و دمی مدتی که من خودم میرسانم پیشتر به دختر سبزپوش که نامش ترانه بود، دخترک بیادر خودم میتونه از جوی آب بکشه و پیش پای خود مندازه. اونمو سرخپوش در پیش پای ترانه بیادرکش است. شما میفهمین که در یک فامیلی که افغانه خوبی را درک میکنن، نه؟ که در یک فامیلی که 3 تا دختر است و 1 برادر، برادر بسیار برشان اهمیت داره. به خاطر که اونا را در آینده ساپورت میکنه. میتونه دستیار پدر باشه. میتونه نگهدار خواهرای خود باشه. ولی اینا برادرشان در این حالت پیش روی چشمشان افتاده بود. ترانه با تمام فشار و با تمام اون چیزی که توان داشت از مردم اطراف خودش کمک میخواست. به خاطر برادر خود. من نمیتونستم چیزی بشنوام. من پرده گوشم آسیب دیده بود. و بعدن که ویدیوهایی رو که گرفتم دیدم متوجه شدم کمک میخواست. اما طور که ترانه فریاد میزد من هم گریه میکردم به همون اندازه. و تلاش می بود که نزدیکتر شوم و بالاخره به این زاویه نزدیک شدم. و اینجا شما میبینین که ترانه دارد هر کسی را که تیر میشه ازش میخواد که کمک کنین. داره برادرم از بین میره و برادر خود نشان میده و خواهرش هم اونجا داره فریاد میکشه. مادرش به طور کامل از هوش رفته و نمیدونه که باید چی کار کنه و تمام افراد فامیلش، اقوامشان که در یک جای همه با هم زندگی میکنن، چون اینا بسیار آدمای فقیری هستن، همه اطرافش هستن. او زن سرخپوش ده و بالا که میبینین که خابیده بس به پشت، او یک زن حامله است که طفلش بعد از این به صورت غیر نرمال به دنیا آمد و اطرافش دخترک ها بچک هایش هستند. او دخترک که در اونجا در پیش دروازه شیشته تمام بدن، تمام شکمش پاره شده بود. از همه بدتر این دخترک آبی پوش است که اینجا شما میبینین. دخترک خواهر 6 ساله ترانه است. نامش سویتا است. بمگذار میره به سمت دروازه که از دروازه وارد شوه داخل مسجد و از مسجد داخل زیارتگاه شوه و اونجا خود انفجار بته. اگر یه اتفاق میفتاد بیشتر از 1,000 و 700 نفر کشته میشد که افغانستان به یک بحران بسیار عظیم میبرد، چون 1,000 نفر هیچ شفاخانه در کابل هیچ قدر استاف نداره که بتونه کنترل کنه 1,000 نفر کشته و زخمی را. پس بنابراین اونجا اونا محافظ گذاشته بودن. اما طور هم که میبینین اون محافظ ها هنوز هم دارن محافظت میکنن که نفر دوم وارد مسجد نشه. بمگذار وقتی که میره بموز لباس از اونا میره و از اونا اجازه میخواه که بره داخل، اونا تشخیص میتن لحجه پاکستانی ازیره و میگن نه تو از ما نیستی. بمگذار از اونجا فقط چند قدم میایه به اینجا و بروی زمین میشینه و خود انفجار میته. این پس زمینه را به این خاطر گفتم که سویتا یک طفل 7 ساله است به این اندازه و چون تمام به اصطلاح چره ها و مواد انفجاری از زمین به بالا میره، به این هیچ چره یا خمپاره یا هر چیز که میگیم اصابت نمیکنه. اما به این خاطر که به شدت به بمگذار نزدیک بوده
موج انفجار تمام شکم از این را انفجار میته و هر چی که درون شکمش بود از میبرایه. و اینجا همه فکر میکنن که این مرده. پس بنابراین هیچ کس در قصه او دخترک نیست. خب این حالت مرا داره به این به اصطلاح لحظه میرسانه که من دارم به اصلی ترین قسمت عکسم دارم نزدیک میشم. اصلی ترین وقت کاریم دارم نزدیک میشم. این همون وقت است که من باید به عنوان تاریخ افغانستان این را ثبت کنم. پس بنابراین به خودم هنوز جرأت میتم که در اونجا باشم. کنترل ندارم. بدنم به شدت میلرزه. دارم به بسیار صدای بلند گریه میکنم و قلبم به شدت داره میزنه. و این ثانیه را دانه دانه دارم میگیرم تا ای که بالاخره به این صحنه خود نزدیک میکنم و این همون صحنه است که این عکس تمام دنیای غرب، تمام روزنامه‌های غرب در یک لحظه بعد از اینکه من ایره بروی وایر خبر فرستادم ایره گرفتن و تمام دنیا بعد از چند ساعت از این انفجار فهمیدن که چه اتفاق سر مردم افغانستان افتاد و چه اتفاق در این کشور بر غیر نظامی ها افتاد و من چی رو برشان نشان دادم. بنابراین اینمی سرعت و اینمی دقت و اینمی انگیزه که من داشتم و مسئولیت را که احساس میکردم باعث شد که اونا مرا و عکس مرا به عنوان تاریخ افغانستان برسمیت بشناسن و این برسمیت شناختن این عکس باعث شد که من این قصه را بارها برشان بگویم. من این قصه را میگم ولی قضاوت به عهده شما میمانم. قضاوت کار من است، کار شماست. شما ببینین که چرا این اتفاق افتاد و چرا در این انفجار در این مراسم اتفاق افتاد. اینجا او مسئول او زیارت ابوالفضل که شما او گنبدش را میبینین طلایی رنگ داره خود میزنه چون دیگه هیچ کار از دستش بر نمیه. همه در حالت شوک هستن و تمام زخم از کمر به بالا تا پس گردن است. پس بنابراین بسیار حالت عجیب بود. اما طور که میبینین بالاخره در یک گوشه با وجودی که در بعض نقاط مردم مرا شروع به لت و کوب کردن من خود از دیگه صحنه رساندم به صحنه که اونا دارن زخمی ها را منتقل میکنن و این هم جز آخرین عکس از امروز است که هنوز من نشان میتونم که من چقدر حالت پریشان داشتم و بعد از این عکس متوجه شدم دستم به شدت درد میکنه. دو تا از انگشتایم به هیچ عنوان احساس نمیکردم و خودم هم خیلی ترسیده بودم. یک پارچه را از روی زمین گرفتم به روی دستم پیچ دادم و به سمت دفترم رفتم و این قصه خیلی زیاد ادامه داره اما متاسفانه وقت ما اونقدر نیست و من فکر میکنم که بعد همینجا خاتمه بدم به این قصه. تشکر.